بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. الوعد وفا، مدت ها بود بهتون گفتم که منتظر دوستی هستیم که در رابطه با مجاهدین، در رابطه با مجاهدینی که جدا شدن و در رابطه با زندگی بعد از جدا شدن از مجاهدین که همه اینها شامل زندگی خودشون میشه، با ما صحبتی داشته باشن. خیلی خوشحالم که امروز این فرصت به دست آمد. از این دوستمونم تشکر میکنم که مشکلاتی هم بود برای ارتباط اسکایپ و اینها، ولی ایشون قبول زحمت کردند و با ما هستن. بذارید من ایشون رو که احتیاج به معرفی نداره باز هم معرفی کنم خدمتتون و ببرم شما رو به اروپا. آقای مجید تفریشی که اگر اسم ایشون رو در گوگل یا یوتیوب تایپ کنید و جستجو کنید، ویدیوهای زیادی در رادیو تلویزیون‌های مختلف می‌بینید و ایشون سالها پیش خیلی مهره بحث برانگیزی بودن. امروز در اون موارد صحبت میکنیم. من به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم. آقای تفریشی، مجید، ببخشید، جمشید تفریشی، چون من با مجید تفریشی هم صحبت کردم. جمشید تفریشی کیه؟ امروز در اروپا چه کار میکنه؟ از برادرتون شروع کنید، از ملحق شدن به سازمان مجاهدین، از جدا شدن، از باز پیوستن به اونها که مورد بحث هست، تا موضوعات دیگه ای رو هم که من آماده کردم از شما بپرسم. ضمن این که در حین برنامه من به دوستان گفتم هم با فیسبوک شما هم با فیسبوک ما میتونن تماس بگیرن، سوالاتشون مطرح کنن، شما بعد از برنامه اونها رو پاسخ بدید یا در برنامه‌های آینده احتمالاً از نظراتشون استفاده کنید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. تشکر میکنم جناب سوری، با درود بر شما و اجازه میخوام که خدمت هم میهنان عالی قدرم در هر کجای دنیا که هستند سلام عرض بکنم. فقط قبل از اینکه شروع بکنم یک توضیح بسیار بسیار کوچک بدم خدمتتون که من بعد از جدایی از فرقه هرگز نپیوستم به اونا. اونا با یک دروغی و با یک کلکی و به هر حال برای سوء استفاده هایی برای چند روزی من رو کشوندن به پاریس و به اون قلعه اوبر. اول این رو توضیح بدم که به هر حال مشخص بشه که من هیچ پیوستی نداشتم بعد از گذشتی، بعد از اینکه رها شدیم به طور مطلق رها شدم من و خوشبختانه من جز اولین نفراتی بودم که به یک جمعی کامل رسیدم که از این فرقه باید دیگه جدا بشم، یعنی دیگه سازمان مجاهدینی در اینجا وجود نداره و داره تبدیل با حرکت‌های اپورتونیستی رجوی و اینکه به سمت فرقه گرایی میره اعلام جدایی کردم. خدمت شریفتون عرض کنم که مدت ها اجازه میدید من همینجا از شما یه سوالی کنم. اولا شما میگید قلعه، چرا این اوورسورواز رو به قلعه تشبیه میکنن؟ دوم اینکه شما میگید شما رو با فریب کشوندن اونجا، اون ماجرای فریبشون رو میتونید یا میخواین برای من و دوستان هم بگید یا نه؟ بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید من این رو به تدریج بگم که قضیه مشخص تر بشه. بفرمایید. یعنی فرید، ببینید ما یک سلسله رو بین خودمون به هر حال یک پرنسیپایی داریم، به قول معروف به عنوان جوانمردی یک مسائلی داریم. اون موضوعی که باعث شد من برم برای اون قلعه رو الان براتون میشکافم که الان در قرن 21 اونجا دارم واقعا بردهداری میکنم. به خصوص چند روزی پیش یکی از بانوان بسیار گرامی که سالها با اونا کار میکنم و از قدیم هم میشناختم، الان جدا شده، کسی بود که ایشون هفته ای سه بار چهار بار اونجا رفت آمد میکرد، یک مطالبی رو برای من گفتن که واقعا خودش برنامه بسیار مفصلی میخواد که اصلا انسان نمیتونه باور بکنه که چه دونه هست. این داستان به این شکلی بود، با این مذاکره یکی از
نزدیکترین نفرات برای من بود. ما سالها با هم شب و روز کار کردیم و این یک بیماری داشت که خب مرد. بعد از اونم سرطان ناعلاجی داشت که با من تماس گرفت و نوارمون رو خوشبختانه من دارم که میتونم در موقع مناسب حتی پخش بکنم که من کاک ساله هستم، میخوام ببینم. اول گفت من از طرف مسعود رجوی برات پیغام می آوردم. گفتم اون مسعود رجوی که دشمن خونی منه، حکم قتل منو صادر کرده، چطور حالا برای من پیغام میده؟ بعد که دید نمیتونه از این طریق، دوباره از زاویه دیگه ای وارد شد و اینکه من بیمار هستم میدونی، بالاخره به خاطر احترام اون شبایی که با هم داشتیم میخوام ببینم. این رو من باز در یک جای دیگه به هر حال بهش میپردازم، چون میخوام به صورت سلسله وار بیام جلو. من بعد از اینکه جدا شدم، حالا اون رو فقط یک شبه جداییم رو، من چگونه اومدم از عراق به اردن که یک شب نیست پنج شبه، من این رو تعریف خواهم کرد صرفا به خاطر کسانی که الان در آلبانی هستن، صرفا به خاطر اینکه ببینن که من با چه مشقاتی، یعنی بین بودن و نبودن، یعنی شب آخر در حقیقت من فکر میکردم که دیگه دارم تموم میکنم، هیچ طاقتی برای حرکت که هیچ تکون خوردن ندارم، به دلیل اینکه روزها بود، شبها بود، نه یک قطره آب آشامیدنی در دسترسم بود، نه یک دونه خرما در دسترسم بود، شبانه هوای سرد وحشتناک کفش در پام نبود، من پای برهنه 80 کیلومتر مسیر بین مرز عراق و کمپ الرویشه رو پیاده و پاهای خونین مالی بدون کفش طی کردم. کمپ الرویشه کجاست؟ جانم؟ کمپ الرویشه کجاست؟ چرا رفتین اون کمپ؟ اردنه جناب سعود. ما زمانی که نیروهای آمریکایی و متحدینش حمله کردند به عراق، ما توی کمپ بودیم، در کمپ هله. ما در اون روز در اون کمپ این داعش واقعی رو دیدیم، یعنی تو اون کمپ هلهی که منو فرستاده بودن، صدها زن و مرد و کودک و پیر و جوان اونجا زندانی بودیم همه. بعد از اینکه محافظین و نمیدونم کسانی که در کمپ هله عراق بودن فرار کردن، این اعراب با این شمشیرهاشون که خیلی ها در فیلم میبینن و ما اون صحنه ها رو در جلوی چشممون دیدیم، یک صحنه که یکی از نزدیکترین عزیزان من، یک پسر نازنین کردی بود، آنچنان با یک ضربه سر این بچه رو از تنش جدا کردن اونجا و دور این کمپ رو هم خندق کنده بودن و پر از آب بود که ما نمیتونستیم از اونجا بیاییم بیرون. به هر حال شیبه‌هایی پیدا کرده بودن، دوستان ابدا کرده بودن، از اون طریق عده‌ای فرار کردیم، عده‌ای در اونجا زن و مرد و پیر کشته شدن و در اون تاریخ تا اینکه اومدیم رسیدیم به، من رسوندم خودم رو به مرز بین عراق و اردن، اونجا به لاجئین سیاسی میگفتن، یعنی پناهندهای سیاسی، و میدونستن که ما مال مجاهدین هستیم، یکی ما بود از اونجا خارج بشین، یکی هم این کارگران مصری بودن. من خلاصه میکنم خدمتتون، من چندین بار خودم رو رسوندم به سمت اردن، منو گرفتن دوباره آوردن، چون چیزی همراه نداریم، نه یک ذره کاغذی داریم، کارت شناسایی، پاسپورت، بلا که هیچ اصلا. عرض کردم من حتی کفش نداشتم، کفشای من رو اون کارگران مصری دزدیدن در اونجا. من پنج شب اونجا توی مرز بودم، چندی بار عرض کردم رفتم برگردوندن، تا اینکه دیگه دور زدم، یه پای 10-12 کیلومتری دور شدم،
و اومدم شبا راه پیمایی کردم تا اینکه برسم به کمپ الدوچه در اردن، اولین کمپ صلیب سرخ. در شب پنجم من دیگه واقعا توان نداشتم حرکت بکنم و با خودم گفتم یا میمیرم اینجا بالاخره تومه این را میشم، یا اینکه نه میمانم مبارزه میکنم با دو جریان، یکی فرقه رجوی و یکی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، که هر دوی اینها بیش از الان ربع قرن است که من دارم اثبات میکنم با مدرک میگم هر دوی اینها دو روی یک سکه هستند. و همون به من اراده ای داد و همون اراده ماندن و مبارزه کردن که من تونستم خودم را با پاهای واقعا میگم خونالود و بدون انرژی و خسته خودم رو رسوندم به کم. اونجا زندگی دوباره رو شد وقتی که دیگه دیدم رسیدم. بعد از اونجا سریاز مهاجرت به اصطلاح مارک شروع شد و از همون لحظه ورود به دانمارک من در 17 روز پاسپورتم رو گرفتم و تمام مسائلم حل شد و شروع کردم به افشاگری در رابطه با فرقه مجاهد. آقای تفریشی، دوست دارید که من سوالامو بنویسم یا دوست دارید مرحله به مرحله که جلو میرید سوالامو بپرسم که به اصطلاح گفت و شنودی باشه؟ اجازه بدید من فقط برای دوستانی که بعداً میدونم به من زنگ میزنن گله میکنن که شما چرا صحبتای ایشون رو قطع کردید، بهشون بگم که خود شما گفتید که مایل هستید به صورت گفت و شنود باشه. قسمت اول این که شما نحوه پیوستنتون به مجاهدین رو نگفتید. قسمت دومی که به نظر من میاد، شما گفتید من چندین بار رفتم و هر بار ما چون چیزی نداشتیم ما رو یا بر میگردوندن یا موفق نمیشدیم، ولی این بار میگید وقتی رفتید اونجا در مدت 17 روز به شما به اصطلاح پاسپورت یا اقامت دادن. این به نظر خیلی عجیب. بچه اشتباه میفرمایید، من منظورم اشتباه شد کاملا. من برای اردن از عراق، من نحوه فرارم از عراق به اردن رو عرض میکنم. ببینید، من در اون مدت، اون 17 روز که پاسپورت گرفتم بعد از رسیدم به دنیای آزاد بود، به کشور دانمارک بود. خب من همینو میگم، یعنی در اردن چه کار کردن، چه چیزی به شما دادن که وقتی در شما در اردن؟ من دو روز اونجا بودم، یک لسپاس به ما دادن و به هر حال سالم هم اونها را از اون کمپ تقسیم میکردم به کشورهای مختلف، که البته من مستقیم به دانمارک نرفتم. من درخواست کردم که منو به ترکیه بفرستم بنا به دلایلی که میخواستم توی ترکیه هم به نحوی به بچه های جدا شده خدمت بکنم و کمکشون بکنم، که ترکیه هم قبول نکرد. ترکیه هم دو روزه دوباره باز یک لسه پاسه دار. اولین کشوری که به هر حال من رو پذیرفت کشور دانمارک بود و چاره ای نداشتم جز این که دیگه سوار هواپیما بشم برم دانمارک. شما قبل از پیوستن به مجاهدین هم یکی دو بار بین عراق و ترکیه مسافرت کردین؟ یعنی نه چون این چیزی نه من اولین بار وقتی که از ایران فرار کردم به طور مستقیم رفتم ترکیه دیگه پیوستم، بعد از فرار از زندان و بعد از فرار از ایران به طور مستقیم رفتم در ترکیه و پیوستم به سازمان و از همونجا اعزام شدم. ولی به عنوان مأموریت من یکی دو بار اومدم در ترکیه، اون به صورت مأموریت سازمانی بود، به صورت شخصی. یعنی اون موقع از طرف سازمان مجاهدین میومدید اینجا. یه سوالی که من همیشه توی برنامه از دوستان میپرسم، چون خیلی از دوستان دیگه هم که اینجا میان همه اونا ادعا میکنن که از زندان جمهوری اسلامی فرار کردن. میدونیم که در زندان جمهوری اسلامی به بعضی یا نه به همه مرخصی میدن، حتی اون آقای امیر انتظام هم که 40 سال در زندان بود و بالاخره فوت شد اونم مرخصی میگرفت. من حتی با آقای باطبی مثلا مصاحبه کردم سال 2003، گفت من برای مصاحبه، من برای امتحان اومدم بیرون، بعد برای اینکه برم دندون پزشکی. ولی وقتی که
صحبت از فرار از زندان ها میشه، یه مقداری زد و نقیض میشه. از این ور میگیم اینها خیلی دشخیم هستن و نمیدونم زنداناشون دانجن هست و اینجور و اونجور، بعد میبینیم خیلی از شما دوستان از این زندان ها فرار کردید. مخصوصا شما، من ویدیوهاتون رو تماشا کردم، شما میگید که شما خودتون برنامه فرار رو درست کردین، بعد خودتون میگید ولی کاری کردم که از خارج به من کمک کنن من بیام. این منظورتون از خارج کمک کردم، امیدوارم شما مثل آقای فخرآور اون جان پر نباشه بیاد تو دبی تو هتل میبینم شما لبخند میزنید. نه جناب سوربین، من به یه مسائل خیلی کلیدی تر بپردازم، چون این داستان خیلی نه از بیرون، منظور سازمان کمک کرد، من که نتونستم از دیوار بپرم بیام بیرون. این نقشه بسیار طولانی کار کردیم و یک شبه نبود، و برحال به دلیل که من برادرم هم اعدام شده بود، برحال این مسئله بود که من بتونم از زندان برم. اینا خب اینا رو من در گذشته به طور کامل توضیح دادم، فقط الان اجازه میخوام که من بیشتر به اون محتوای اصلی برسم. خب پس من از شما اجازه میخوام که سوال نکنم، بذارم شما، چون بار اول هست که با ما هستید، بیشتر جنبه معرفی داشته باشه، بعد من و دوستان سوالامونو مینویسیم روی فیسبوک یا به وسیله ایمیل یا به وسیله اسکایپ به شما منتقل میکنیم، اگر دوست داشتید در برنامه‌های آینده پاسخ بدیم. من ساکت میشم. نه با کمال میل من که در خدمتتون خواهم بود، این رو فقط میخوام، چون به دلیل اینکه به مسائل حاشیه‌ای نپردازیم، اون اصل مطلب، منی که همه چیزم رو، هستیم رو گذاشتم، فرزندم رو گذاشتم، من میتونستم برم در یک نقطه ای از دنیا زندگی رو بکنم، هیچ مشکلی نداشتم، و اندازه کافی پول داشتم، و اندازه کافی ثروت داشتم، هر نقطه ای از دنیا میتونستم برم، ولی من ترجیح دادم. به چه جهت ترجیح دادم؟ من یکی نیستم، تک تک اون کسانی که در دوران ما در اونجا در اون قرارگاه اشرف بودن، همه با یک انگیزه بالا، با یک عشق بسیار بس ناشدنی به اونجا آمدن. با چه عشقی؟ با چه امیدی؟ با عشق، با مبارزه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. شما وقتی میایید یک مرحله کوچک رو من خدمتتون عرض بکنم، فقط همین عملیات فروغ جاویدان رو عرض میکنم. در عملیات فروغ جاویدان، حالا من خدمتون عرض میکنم که چطور مسعود رجبی بزرگترین خیانت رو به خلق ایران، به منافع ملی ایران، به حاکمیت ایران و به تمام آمال و آرزوهای مبارزین کرد، و چطور بزرگترین خدمت را به جلاد قرن خمینی کرد. من دوست دارم که اینها رو باز بکنم، وگرنه فرار من از زندان و این و این و این تفرعات به خود ترکا میکرد. اینا چیزای خیلی خورده ریزه، مهم اینه که چطوری با عشق من، با انگیزه من، با ایمان من به مبارزه بازی شد. چطور شد که من از هست و نیستم گذاشتم، از هر چیزم رو دادم، همه چیز رو داد، اونجا دیدم جایگاه من نیست. چرا؟ به دلیل دروغه، به دلیل اینکه اینها پیاده نظام صدام حسین بودن. این عملیات نابخردانه و این عملیات دیوانوار فروغ جاویدان کی انجام گرفت؟ بعد از اینکه خمینی جام زهر رو نوشید و گفت من این جام زهر رو می نوشم، و باید بنوشم، اون جام زهر داشت آرام آرام این خمینی رو نابود می کرد. ملت ایران 8 سال این جنگ خانمانسوز رو اونجا با گوشت و پوست و همه شماها، همه کسانی که در اون موقع بودن، امثال همسنهای ما، نسلهای پایین‌تر از ما و بالاتر از ما، اون جنگ رو احساس میکردن. و اون موقعی بود که بعد از این جنگ ملت
ملت ستم دیده، رنج کشیده، میلیون ها کشته و زخمی دادید. اینها دمار از روزگار خمینی در می آوردن. اینها نمیذاشتن به این راحتی خمینی بخواد 40 سال به حاکمیتش ادامه بده. تنها کسی که باعث شد خمینی و رژیمش تثبیت بشه مسعود رجوی بود. مسعود رجوی با صدام حسین پیاده کرد این عملیات نابخردانه فروغ جاویدان را تدارک دید. منظورتون از اینها صدام کیه؟ شما میگید اینها پدر خمینی رو در می آوردن، منظورتون اروپا و آمریکاست؟ خلق ایران، ملت. آها اوکی. به هر حال ذره ذره اون ببینید جناب سربی، اون موقعی که جنگ تموم شده بود که ما نبودیم، به هر حال مساعد بود اوضاع برای یک خیزش عمومی به دلیل اینکه دیگه نمیتونست این همه آدم کشی. ولی بعد از عملیات فروغ جاویدان به عبارتی 5000، به عبارتی 10000، به عبارتی 30000 جوان انسان بیگناه رو کشت خمینی. آب از آبم تکون نخورد. مجامع عمومی، دنیا، همه جا خفقون گرفتن. خب باعث و بانی این کی بود؟ مسعود رجوی بود. و اون هم کی بود؟ ارباب صدام حسین بود. صدام حسین گفت آقا جون شما برو، من آتش منحنی میارم، هواپیما میارم، هلیکوپتر میارم، شما را تا تهران میرسونم. این آقا هم گفت به پیش، برید قبر خمینی را بچرکانید. آقا مرد ناحسابی، مردک، کوتوله سیاسی، نابخرد، با کدوم تجهیزات تو 3000 نفر رو فرستادی با بزرگترین سلاح کلاشینکوف بود. تمام تانک ها نفربرها وسط راه موندن تا زمانی که به تنگه 4 زبر رسیدی. خود شما بودی حسین آقای تفریشی، خود شما هم توی اون عملیات بودید فروغ جاویدان؟ عرض میکنم که بله، دارم توضیحاتش رو میدم. در اونجا صدام حسین آتش منحنی رو قطع کرد. رژیم ایران هم تا دندان مسلح، دو تا ارتش داره، سپاه داره، بسیج داره، بسیج مردمی داره. تو اون چند روز فرصت این رو پیدا کرد که تمام، چون داشت یواش یواش نیروهاشو میکشید میبرد، تمام نیروها رو برگردوند آورد و اونجا محاصره کرد. ما رفتیم افتادیم توی گوشه بانک صادرات، 300 نفر نه آذوقه داریم، نه یه قطره آب، نه یه قطره، نه یه ذره غذا. با کدوم نیرو تو فرستادی ای فرمانده نالایق، ای کوتوله سیاسی؟ آقای تفریشی ببخشید، من قرار شد اجازه بدید چون من قرار شد سوال نکنم، ولی من به عنوان کسی که ویدیوهای شما رو تماشا کردم احتمال میدم که دیگران هم دیدن. شما اینجا میگید من رفتم فروغ جاویدان و توی بانک صادرات بودم، ولی مصاحبه شما با آقای دکتر عباس کیست توی فرانسه، آقای سیاوش اوستا، شما میگید من نرفتم فروغ جاویدان و ایشون از شما میپرسه که خودتون خواستید نرید، شما میگید بله من بهشون گفتم که من تحمل ببینید جواب عوض میخوام ببنید. بله این داستان مال من. الان یک حکایت دیگه هم خدمتون عوض میخوام برای اینکه زمان رو از دست دادیم اعلام میکنم. ببینید یک مقاطعی هست که شما ممکنه یک چیزی رو بخواهید که حقیقت مطلب انکار بکنید. بله من اون موقعی گفتم که بله من در قرارگاه بودم، ولی در قرارگاه بودم موجب به این معنی نیست که نرفتم. بعد از اینکه این مسجد عرض کردم اونجا 3 نفر 4 نفر ما توی قرارگاه بودیم، ولی کن مجددن ما رفتیم اون نیروهایی که این آقا میگفت به هر طریقی که میتونید برگردید بیایید عقب، اونها رو برگردونید. ولی من نرفتم، سینه به سینه سرباز و نمیدونم پاسدار بایستم و رو شلیک بکنم. من در اون عملیات یک گلوله شلیک نکردم. فقط اگر رفتم صرفا به خاطر اینکه برگردونم و همونجا هم تو همون بانک صادرات اگر من هستم، منظور همه 300 نفری که اونجا گیر افتادن،
اینها یک ذره نه آبی داشتن نه غذایی داشتن نه آزودهی داشتن. و چطوری میخواستن اینا برن تا تهران و قبر خمینی رو منفجر بکنن؟ مسئله اینه که اینو عرض میکنم، اگر این آقا ذره شرافت داشت، اگر این شخص ذره غیرت داشت که در نظامهای کلاسیک فرمانده در نظامهای پارتیزانی باز فرمانده، اگر مسئول شکست عملیاتی باشه در جا باید یک گلوله خالی کنه به مغزش که من این همه نیرو رو کشتن دادم، ولی این آقا به جای این که بیاید کوچکترین انتقاد از خودی بکنه تمام گناه ها رو انداخت به گردن نیروها که شما چی کار میکردید در چهار زبان؟ به فکر چه بودی؟ به فکر زنت بودی؟ به فکر بچت بودی؟ خب نادان، آخه وقتی که سلاح آذوقه ندادی و کمک های دیگه ندادی، بس به چی باید یک نفر نیست آقای سوری که شما اعتراض میفرمایید؟ منظورم اون 3500 نفره، من از زبان آنها دارم سخن میگم. من امروز اینجا به عنوان جمشید تبریزی صحبت نمی کنم، من الان سخنگوی اونها هستم، من الان سخنگوی کسانی هستم که این آقا مجبورشون کرد که اینا برن پناهنده بشن، پناه بیارن به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، از دست این شخص فرار کردن و همه اونا رو اعدام کردن و تک تک اون مادران اونا، خواهران اونها، من رو در اون تاریخ قسم میدادن، تمام اینا نامه هایی که برای من از ایران فرستادن دستم هست، از من میخواستن، قسم میدادن تو را به خون موسی، تو را به خون اشرف، انتقام خون بچه های ما را از این مسعود رجوی بگیر، که من گرفتم. من جنگ نمی کنم، من با اینا جنگ سیاسی می کنم. من کسی هستم که سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی را جز گروه های تروریستی قرار دادم. من رفتم در سازمان ملل متحد شهادت دادم که اینا تروریستن. من اونجا دستم رو بردم بالا و شهادت دادم که با چشم خودم دیدم چگونه 18 نفر از کردهای عراقی را اینا اونجا در جا تیر باران کردم و کشتم. این بی خودی نبود که این سازمان مجاهدین رفت جز گروه های تروریستی، این زحمت شبانه روزی ما بود. من از زندگی خودم گذشتم، بله من رفتم در دانمارک تحصیل کردم، این به زمانی که من داشتم جدا می شدم باز دیگه که دیگر از نزدیکترین افراد من مگه ناشریف به قول شریف نامی ابریشم چی، آخرین شبی بود اومد به من گفت وقتی بری بیرون از اینجا تومه گرگ و میش میشی تو. گفتم نه گرگ شمایید، من میرم پیش میش. و من ثابت کردم که نه، ما اگر از شماها جدا بشیم نمیریم از گرسنگی بمیریم. بله من بورس گرفتم، تحصیل کردم، رفتم دکترا گرفتم، استاد یار شدم و 13 سالم با غرور به عنوان استاد راهنما و مدیر بین الملل در دانشگاه های یک گروه دانشگاهی دانمارک کار کردم و الانم خوشبختانه تونستم بازنشستگی زود هنگام بگیرم. اتفاقا یکی از بزرگترین شانس‌های فرقه این بود که من سالهایی که آنچنان نمیتونستم بر علیه فرقه مبارزه بکنم، افشاگری بکنم، دلیلش این بود که من یک تعهد نسبی داده بودم. شما ببینید دانمارک کشور کوچیکیه، مثل سایر کشورها نیست، آمریکا که اصلا قابل مقایسه نیست، مثل فرانسه نیست، مثل آلمان نیست، دانمارک کشور دهکده کوچیکیه با 5 میلیون جمعیت. رکتور من که از دوستان نزدیک منم بود از من درخواست کرد که آقا این گروه یه گروه تروریستیه، چون اتفاقا اون موقع زمانی بود که من بر علیه اینا که یک سه کتاب نوشتن نشریه دادم بر علیه من، من یک وکیل دانمارکی گرفتم
و بر علیه اینا من شکایت کردم. با اون دانمارکی هم اومد محل کار ما و صحبت کرد. رکتور من گفت آقا اینجا یک جای کوچیکیه، شو این گروه هم یه گروه تروریستیه، خب اینا شناختی ندارن آنجا ما و نمیدن که ما چه کار داریم میکنی. از من درخواست کرد تا زمانی که شما دارید اینجا کار میکنید لطفا با این گروه درگیر نشید، چون ما نمیخواییم که اسم دانشگاه ما، اسم استاد ما با یه گروه تروریستی در کنار هم بود. خب این شانس اونها بود و اینم بد شانسیه. من هم نمیمدم کاریرم رو قربانی به اصطلاح این فرقه بکنم، چون فرقه همون بود دیگه، بدترم شد. حالا ببینید من میگم وقتی مسعود رجوی این همه در پیام نوروزیش که میگه این جمشی تفرشی انگبینی، اون انگبین دیگه نمیدونم از کجا در آورده، حالا سکنجبینی نگفته، و فریاد برمیانه که بزرگترین دشمن منه، بزرگترین دشمن مجاهدینه، من کاری براش نکردم که من حقایق رو افشا کردم، ولی که این بزرگترین افتخار منه که در زندانهای رجوی این رو من جدیدن شنیدم. دیدن این بچه هایی که از آلبانی با من تماس میگیرن اینها رو گفتم. ببینید اومدم با سوزن زیر این کولرها نوشتن به محض رهایی از اینجا با جمشید تفریشی تماس بگیرید. این یعنی چی؟ یعنی این سمت مسعود رجویه، این سمت جمشید تفریشیه. با سوزن اینا رو نوشتن و تلفن من رو نوشتن به محض رهایی از با این شخص تماس بگیرید، هر نوع کمک رو به شما میدن. خب این نتایج اراده من بود. من اگر میمدم تسلیم میشدم به اینها، من اگر دپرسیون میگرفتم، من اگر این مزخرفاتی رو که اینا نوشتم بهش اهمیت میدادم، توجه میکردم. شما جناب سوربی خوشبختانه دیر اومدید، شما نمیدونید اینا با چه ها کردن، با کسانی که با من در ارتباط بودن، مانوک خدا بخش، خدا بیامرز، آقای حسین مهری، آقای میبودی، نمیدونم ما بقیه های برحال خیلی هاییه، حد آقای بنی سرکی، چیا نمیشتم برای اینا. اینده خدا واقعا الان این آقای مانوک خدا بخشی ها رو من از خیلی هاشون من رسما نامه نوشتم، عذرخواهی کردم از حضورشون که به خاطر من به اون هم خوش دادن. خب اینا جای سوزش اینا رو من میدونستم به دلیل اینکه من تجزیه تحلیل درستی میدادم. الانم دارم فریاد میزنم 40 سال که منهای اون سالهای قبلی، این 30 سال گذشته، این بعد از خمینی و وارثش خامنه ای جنایتکار، اگر در ایران این رژیم داره الان حکومت میکنه، باعث و بانی اون مسعود رجویه نابخردانه که فریب صدام حسین رو خورد. صدام حسین هم فریب امپریالیسم رو خورد، همان گونه که به خود احمق صدام حسین گفتم بیا برو به کویت حمله بکن. کویت حمله کرد، اومد تمام اون ابزارالات سنگین رو، تانک و نمیدونم نفر برو اینه که همه قرازه و اسقاط بودن، اونا هم برداشت بود و نقطه گسست من هم اونجا شروع شد. این گسست بود، رفتم گفتم آقای محترم، آقای مسعود رجوی، من اینجا مجاهدم، رزمنده ارتش آزادی بخشم یا مزدور صدام حسین، تو چگونه اجازه دادی که بیا اینا بگیرن؟ گوه اینا امانت بودن. خب مرد ناحسابی، اگر امانت بودن پس چطور فریاد میزدی ارتش مستقل آزادی بعد؟ کجای تو مستقل بود؟ تو تحت امر صدام حسین بودی، همه حرکاتت با هماهنگی صدام حسین بود. خب یه جو که ضرب المثل بد دارین، میگن فلانی با داماد شد، خب اونو بهش میگفتین. حالا اجازه بدید، حالا اونو نگفتم، یه چک خانم مریم قجر زد تو گوشم. اجازه بدید، آقای محمد کرمی از پاریس میگن که آقای تفرشی اگه یادتون باشه سران فرقه رجوی مانند ابریشمچی بعد از فروغ چه شامورتی بازی
در می آورد، بعد نوشتن درود بر شما آقای تفرشی، از زمانی که شماها روشنگری می کردید تعداد معدودی مانند شما بودن که دست به روشنگری زدن و به تعداد انگشتان هم نمی رسید. ایشون همچنین توضیح میده در نشست های حوزه 74 در تمامی نشست ها از دست شما داد و فریاد میزد و آنچه فوش بود به نثارتان میکرد. همچنین میگن که در نشست هایی که در رابطه با جدا شده ها بود، یکی از افرادی که دائم با آن توهین میشد از آن افراد آقای تفرشی بود. یعنی اینها تایید میکنن گفته های شما رو. ممنونم از دوستانی که با ما هستن. و این ماجرای اسلحه و اینها، خیلی خوشحالم که شما اینو گفتید که زمانی که صدام، یا حقیقتا میشه گفت به رجوی هم کلک زد، موقعی بود که اون ماجرای قطعنامه 598 اگه اشتباه نکنم صلح ایران و یا آتش بس ایران و عراق بود، ولی آمد از این ور به رجوی با این اسلحه هایی که به قول شما میگید یه مشتی آهن پاره و بهترینش اون قضا بوده، اسلحه های کلاشینکوف، اینا رو داد و این فکر کرد که مثلا حیدرآباد هم یک شهر مثل نیویورک بلند شد رفت. و ویدیوهاش هست، وقتی شما همی گفتید حمله به پیش اینا، من خندم گرفته بود چون دیدم این خانم رجوی که هیچ تجربه نداشت اون موقع با چه شور و هیجانی هی دستور میداد به پیش به پیش به پیش، و بعد که نتونستن به جای اینکه انقدر شهامت داشته باشن یک تیر تو سر خودشون خالی کنن، آمدن این تیرها رو به صورت فحش و به اصطلاح تهمت به اونهایی زدن که بیچاره ها رفته بودن، حالا یا زخمی برگشته بودن یا دوستانشون کشته شده بود، و به اینها میگفت که شما فکر و ذکرتون به زن و بچه و عیالتون بوده و به فکر جنگ نبودید. بازم ممنونم از شما، من ساکت میشم، شما بفرمایید. ابتدا میکنم من از برادر بزرگوارم جناب کرمی سپاسگزاری میکنم. من یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم که برادر عزیزم من نشنیده این داستان رو، اخیراً این رو حدود یه دو هفته پیش یکی از دوستان عزیزمون که در آلمانی هستن که من با تمام نیرو به اینا دل و جرأت میدم عزیزان من بکنید، من اون داستان هفش شبانه روز گرسنه و تشنه رفتنم به اردن رو اگر توضیح میدم به این عزیزان، منظورم اینه که شما عزیزان من الان در اروپا هستید، حالا آلمانی مثل آلمان نیست مثل فرانسه، ولی یک کشور به اصطلاح اروپاییه. ما توی عراق که بودیم ما رو می بردن خودمون می دادن قبر خودمون رو بکنیم، حتی خود من رو بردم با یکی از دوستانمون که اون دوستانمون هم اسمش رو نمیارم ولی متخصص ساختن بمب و این صحبت ها بود، بعد تبلک اینه که چیزی هم میزد تایستکانی هم میزد، دوتاییمون رو بردن تو کفری، بعد اومدن اونجا گفتن قبر بکنیم، ما شروع کردیم به کندن قبر. این محمود که الان اسمش ببخشید از دهنم در رفت، وقتی میگم بچه محمود فیزی بوم میزه همین به دوستان عزیز میدونن کیه، ملت هم بدونه بوم. نه تبلک زنده است یا مرده است؟ محمود به من گفت ببین دادن مثل اینکه قبر خودمونو بکنیم، گفتم آره بالاخره داریم قبرمونو میکنیم دیگه برادر من، نه اونجا آماری داشتیم نه حسابی داشتیم، هر بار که شما میمدید بیرون از عراق بر میگشت با یه اسم دیگه میرفت، یه تازه یه چیز کلابی میدادم بالاخره ساخت و پاک با چیز، تا اینکه یه دو ساعتی ما قبرها رو کندیم آماده شدیم که بیان الان بزنن تو مغزمون، بعد من دیدم مهدی عربیشم چی اومد اینو جایی هم توضیح دادم، همه پاترول های اونجا رنگ ارتشی بود چون اون استثناء براش قائل می شد آقای مسعود رجایی، بالاخره شادومات بود دیگه، اون با یه پاترول مغز پسته ای داشت، من از دور دیدم شریف اومد ناشریف ببخشید، بعد اومد به ترکی به من گفتش که بیا 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 چی؟ من شبا با کی بخوام پینک پونگ بازی کنم؟ همین برادر عزیزم آقای کرمی میدونه شاهد خداییه، من هر شب با این مردک مهدی عبریشم که باید پینک پونگ بازی میکردم به اجبار، و هر شبم باید بهش میباختم که آقا خوشحال بشه.
اون به ترکی گفت دست منو گرفت گفت بیا بریم تو نباشه من شما که پینگ، یعنی اونجا به من پیغام رو رسون که آقا جون میکشیم دیگه، شما میخواستیم بکشیم، حالا من واسطه شدم. چون رسما اونجا گفتن آقا انقلاب کن، انقلاب کن، از سنگ قبرت بیا بیرون و و و و و این صحبت ها. خب منظور از سنگ قبر چی بود؟ چی میگفتن؟ نهایت شما ببینید، میگم مثل که ما بخش با همین مسائل رو بشکافیم بریم. این آقا می عرض کردم که با یک حرکت اپورتونیستی رفت سازمان، چون اگر سازمانی بود داشت اون سیستم سنترالیست دموکراتیک باید اونجا عمل میکرد، اونجا باید انتخابات میشد، اونجا باید فرد اسلحه میمد بر سر کار، این آقا که جنگ رو باخته همیش، این اومد اول کاری که کرد مردان با نفوذ سازمان رو اونجا همه رو از کار انداخت و تمام پست ها رو داد به زنانی که دست چپ و راست خود رو که منم عوضی بلند کردم نمیدونستن، و اونا شدن فرمانده و اونا شدن مسئول برای مردانی که همه چیز رو میدونستن، سابقه داشتن، ریشه داشتن، علمشو داشتن، فرهنگشو داشتن، پارتیزان بودن، مبارز بودن، و اینا میمدن یه چیزهایی میگفتن. چی به ما میگفتن؟ مثلا ده ها بار من رو کشیدن بردن اونجا گفتن که تو ببین پذیرش این که یک خانم برای تو مسئول باشه رو نداری. گفتم آره ندارم، به دلیل اینکه اندازه گاو نمیفهمه. یا یه چیز دیگه، من البته این صحبتی کردم این فراموش نکنم اینو میگم، مثلا خانومه میگفت آره دیگه ما باید اینجا رو تعطیل کنیم، خودمون رو بسپاریم به برادر، به قول معروف هر دنیا رو اگر آب ببره ما رو خواب ببره. شما ببینید با این آموزه های احمقانه پوچ، یعنی میگه آقا جون تو این مغز رو تعطیل کن. در رابطه با همین چیزا یکی از دوستانی که عرض کردم اخیراً با توجه به اظهار محبت دوست گرامیم برادر بزرگ بارم آقای کرمی تعریف میکرد، میگفت نسرین کرده یکی از فرمانده ها بود، یه روز جمع کرده 1300-400 نفری رو، بعد دیگه کلافن اینا دیگه، یعنی کلافن دیگه نمیتونن چیز بکنن. از قول من از توی این سیماشون هم نمنا فلان هم این نامه رو نشون دادن که بله من چه تفریشی هستم، من خیلی معذرت میخوام از شما آقای و خانم فلان فلان، برادر عزیزم من 10 سال با وزارت اطلاعات کار کردم، ببخشید توبه میکنم. حالا زمانی که من الان 3 ساله 4 ساله مثلا توی دانمارک هستم، بعدم انتهای کارم اینطوری گفته، گفته این بیشرف 20,000 یورو از ما گرفته و این نامه رو نوشته. چون ببینید من خیلی خیلی از یکاییه که هم میهنان عالی قدرم عذرخواهی میکنم، عفو بفرمایم منو اگر یک چنین صحبت، من آخه احمق، اگر یک گوشه کوچک 20,000 یوروه چقدر شما ها نادان بودید، احمق بودید. و دوست عزیزمون که الان آلبانیه میگه همه قش قش زدن زیر خنده که بابا جمشید تفریشی اگر بدید با شما چایی نمیخوره، باید بیاد 20,000 یورو شما بهش بدید یه همچین نامه بنویسه. شما ببینید آقای سوربی هم میانانه بزرگ بارم، من اینها رو چقدر به آچمز بردم، چقدر، و من نبردم خودشون بردم. من چرا باید الان رو در روی اونا؟ من اگر پذیرفتم جناب سوربی عزیزم، اگر پذیرفتم برم با ابراهیم زاکری بشینم، به این رفتم ازش پرسیدم آقا آخه تو هم میدونی، تو منو میشناسی، تو سلول های منو میشناسی که تک تک سلول های من
پر است از کین و نفرت به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی علی خصوص خمینی و بازماندگانه. تو آخه با چگونه تو این شرفت رو میذاری زیر پا و مینویسی که چون همه اینا زیر دست زاکری بود. برادر عزیزم محمد کرمی خوب میتونه، ما سالها اونجا با هم بودیم شب و روز با این زاکریش، این خیلی خوب میدونه که من چه شبایی نشستم با این. گفتم چطور آخه راضی میشین شرافتت رو بذاری زیر پا؟ به من بنویسی مزدور صادراتی، به من بنویسی مأمور وزارت اطلاعات، آخه چطور شرف داری نداری شب خوابت میبره؟ آخه آقای تفرشی ببینید جان اینو تموم کنم، میدونی چه به من گفت؟ با خنده گفت مخصوصا مینویسم، من میخوام اینطوری تو رو بزنم. شما ببینید اینا، ما با مدرک و سند میزنیم اینها رو، اینها با قهر و دروغ و فریب و تهمت و افترا. عذر میخوام جناب سوربی، فرمایش شما رو قطع کردم. ببینید شما خب خودتون توی صحبتاتون یه جایی گفتید که حتی با سعید امامی، اولا این سعید امامی همشهری من بوده، دانیال قوامی، سعید امامی، سعید اسلامی، کسی که از 27 سالگی مدیر عامل وزارت اطلاعات و اینها بود، در ترورهای دولتی زنجیره‌ای شرکت کرده. من فکر کنم شما یکی از تعداد نفراتی هستین که با این گفت و شنود داشتید و اونا میتونن این استفاده کنن. البته بماند که اونا اینقدر احمقن، نه آمدن یه نامه ای به اسم شما نوشتن، بعد گفتن البته 20,000 دلار از اون گرفته این نامه رو نوشته. یعنی من نمیدونم واقعا اینا هیچ کدومشون مغز ندارن، یا شاید اون خانمی که به شما آموزش میداده مغزتون رو تعطیل کنید اول مطمئن شدن که مغزای خودشون تعطیله. ولی خود شما گفتید توی مصاحبه تلویزیونیتون هم هست که با سعید امامی به اصطلاح دیدار داشتید. اولا چرا آدم باید بیاد؟ و شما خودتون یکی از اونایی هستید که کمی انتقاد میکنید به این دوستانی که میان از گذشتهشون میگن، شما بهشون میگید که ول کنید برید دنبال موفقیتتون، برید اون عمری رو که از دست دادید الان با سرعت بیشتر به دست بیارید، مخصوصا اگر تو کشوری هستید که امکاناتش هست، همون خود دانمارک رو مثال میزنید که و خودتون رو مثال میزنید که واقعا موفق هستید. شما مهندس بودید وقتی که توی سازمان، ولی الان رفتم دیگه جامعه شناسی، ولی الان دکتر هستید. بله الان در حقیقت من باید پروفسوری من میگرفتم، ولی دیگه دیدم خسته شدم، 15 سالم دیگه کار کردم دیگه. جناب سوربی هستید، جناب بفرمایید. ببینید من زمانی که آقای عبدالسلام اونجا مصاحبه کردم و گفتم با سعید امامی، اونجا هم توضیح میدم که به شرافتم قسم من نمیدونستم با کی دارم میرم ملاقات میکنم، ولی کم میدونستم با معاون وزیر اطلاعات دارم میرم ملاقات کنم. حالا خدمتون عرض میکنم چرا. همونطوری که عرض کردم با زاکری هم رفتم، من رفتم با اونا ملاقات بکنم که به خودم حساب اون کسانی رو که اینا کشتن، تک تک این کسانی که فرشاد رو، محمد رو، سیف الله رو، که همه اینها با من 8 ماه شبانه روز، ما یکی از بچه های جایی که ما زندانی بودیم در اون کمپ هله، صبح زود میرم جگر سفیدا رو اینا میریختن دور، اونا رو میآورد ما اونجا تو غذا درست میکردیم میخوردیم که از گرسنگی نمیریم. عرض کردم من بین صحبتام که اونجا خندق کنده بودن، هر کسی هم جرأت نداشت، فرصت هم نداشت که مثل من اون همه 80 کیلومتر رو با پای پیاده بده تا اردن، به دلیل اینکه ما رو راه نمیدادن به اردن. اونجا بود که عرض کردم نه پاسی داریم، نه کاغذی داریم، نه نوشته‌ای داریم، نه زبان عربی درست حسابی داریم که خودمون رو به جایی، بخصوص که مصریارم اونجا 6,000-7,000 مصری بود توی بس مرز که کفشای منم دزدیدن. بعد خدمتتون عرض بکنم این بچه ها از روی ناچاری رفتن، خودشون رو معرفی کردن به سفارت ایران در بغداد و رفتن ایران، و اونجا اون بیشرافت هم به اینا گفتن که ما از خمینی، از خامنه ای نمیدونم حکم عبد داریم، بخشش داریم. تک تک من همونجا هم عرض کردم گفتم با حسن علی بقال که نمیرفتم ملاقات بکنم،
و من نمیدونستم باید، ولی که خوشبختانه جناب سوربی و هم میهنان بزرگوارم، بنده اهل قانون هستم. این که مجاهدین به فیاسکو رسیدن، اینا فکر میکردن این خانمی که با من زندگی میکرد جاسوس بود، جاسوس دو طرفه هم بود. اینا وقتی جاسوسی میکنن، اصلا این دیگه در طول تاریخ هم این رو داریم، اومده تمام مدارک من رو کپی کرده که ما بعدن اومدیم مدارک رو همه رو دستکاری کردیم، داده بود به کنسولگری رژیم در هامبورگ، بعدم بود فروخت اونها رو به مجاهد. مجاهدین فکر میکردن که بله، ببخشید عذر میکنم از همه عزیزانم، فرقه این فکر میکرد که یه مدرک بسیار بسیار محکمی توی دستش داره و اون این که من رفتم بله با سعید امامی در سنگاپور ملاقات کردم و سه روز. خوشبختانه سرویس های اطلاعاتی اینجا خواب نیستن، ما به این احمقا میگیم، قول اینا که میگن اینجا رو تعطیل، فکر میکنن همه مردم تعطیل میکنن. ربع قرنه که به ما میگن مزدور صادراتی. بابا اگر من یک اپسیلون اینجا اگر خطا بکنم، گوش منو میگیرن میکنن تو زندان. اینجا اروپاست، آمریکاست، نمیدونم فلان. خوشبختانه سرویس های اطلاعاتی اروپایی در جریان بودن که اینها من رو دعوت کردم به سنگاپور. در زمانی که من داشتم اینو اولین باره، من زمانی که با آقای اوستا مصاحبه کردم، میخواستم لوس کنم مسائل رو و جدیتی نداشتم، به دلیل اینکه این رو اولین بار، البته تمام حقایق اون اتفاقاتی که افتاده رو نمیتونم توضیح بدم، ولی که این رو هم میکنم، ما در سه روز اونجا بودیم، بوده 3 دقیقه یا 4 دقیقه در رابطه با این فرقه. خوشبختانه از لحظه‌ای که من شروع کردم به حرکت تا زمانی که من برگشتم، سرویس‌های اطلاعاتی اروپا در جریان بودن. 3 نفر از اینها توی هواپیمایی که من میرفتم با من بودن. هر که من میرفتم این افراد رو من میدیدم. حتی زمانی که از اونجا برگشتم اومدم، برای احتیاط اینا تعارف با کسی نه، چمدون‌های من رو ضبط کردن، حتی کیت دستیم و بعد. ببخشید منظورتون از اینها مجاهدین آقای تفرشی، منظورتون از اینها با شما بودن مجاهدین بودن، ماموران دو... شما دقت نمی‌فرمایید، سرویس‌های اطلاعاتی اروپا عرض کرد. آخه همون موقع که شما رفته بودید فرانسه و 3 روز با ایشون مصاحبه کردید، آقای اوستا گفت ایشون دیشبم در اورسورواز بودن. ببینید اینا رو قاطی نکنیم لطفا آقای اسمورتی، اجازه بفرمایید من توضیحاتم رو بدم. بله. چون اینا تداخل ایجاد میکنه، اون داستان یه چیز 20 سال پیشه. بله. من عرض کردم بسید. آخه ببینید شما ماشاءالله اینقدر این داستان زندگیتون پر فراز و نشیبه. ببینید مثلا یه جا الان از یک خانمی صحبت کردید، من نمیدونم این همسرتون بوده یا باهاتون زندگی میکرده، آیا این خانم هم مجاهد؟ بله آقا، آیا این خانم هم مجاهد بوده؟ نه خیر ایشون دین و ایمان و همه چیزش پول بود. مثلا وقتی که یکی ایشون یه منزلی داشت که اونجا اون منزل رو به من داده بود برای اینکه به عنوان دفتر کار استفاده. ایرانی بودن یا خارجی بودن؟ بس. ایرانی. آها اوکی. چون شما گفتید جاسوس دو جانبه بوده، از این ور چیزای شما رو به مجاهدین داده، از اون ور چیزای شما رو به سفارت جمهوری داده. دقیقاً. ولی خب ما هم وسط راه متوجه شدیم، بعد دیگه تمام اون ملاطه اصلی رو ما می‌سوزوندیم. ولی به جای حتی مثلا ما جوک میذاشتیم از ایران، مثلا یکی یه جوک میده، چون ببینید همینطوری که شما میفرمایید، اون موقع من واقعا شبانه روز نداشتم، من 24 ساعته با از این وقتا دوندگی میکردم که بتونم مسائل این بچه ها رو حل و فصل بکنم، چه از توی عراق چه از توی ایران و چیزایی دید. من خدمتون عرض کنم که حالا موضوع هم به این صورته که یک موضوعی ببینید امشب دیگه احتمالاً به اون چیزم که میگم اصلا بی ربطی به فرقه و فلانی صحبت ها نبود. بدبختانه یا خوشبختانه، چون خونسا شد رو این رو اعلام میکنم، اصلا مسئله به این شکل نبود. من عرض کردم الان میگم شرافتن نمیدونستم که شخصی به اسم سعید ما میگذن. زمانی که من برگشتم اروپا، سرویس ها اینجا به من گفتن کسی که شما باش ملاقات کردید اسمش سعید هست، عکسش رو نشون دادن، گفتم بله اینه شما که بودید.
بعد گفتن اون طرحی رو که به شما پیشنهاد داده مبادا نزدیکش بشید، به دلیل اینکه یک طرح بسیار خطرناکیه و هزاران انسان بیگناه در ایران کشته میشه. ببینید کوتاه بگم، یه چیزی مثل نوجه یا همچی چیزایی، یه طرح کودتا بود، اونی که سعید امامی من باش صحبت کردم، یه همچی طرحی داشتن. میخواین از اون طرح صحبت کنید خیلی خلاصه یا نه؟ جناب سوربی اینطوری خدمتون عرض بکنم که من همونجا هم مخالفت گرفتم، من نیستم، من یک قطره خون از دماغ یک هموطنم هم بریزه. اون یه طرحی بود که جامعه بگم، خیلی خلاصه بگم، یک لیدر عوض میشد. این سعید امامی این شکلی چیز کرد، اتفاقا یک کتاب اونجا به من داد، طرحش این بود. این کتاب الان توی کتابخونم هست، مطالعه میکنم، کتاب خوبی هم هست. بالا این کتاب نوشته بود جابجایی در قدرت. چیزی که گفت طرح ما اینه، جابجایی در قدرت. بعد دست منو گرفت برد پشت شیشه هتل ده. من خیلی این خانم جاسوس گفته بود من چیا رو ببخشید. صداتون قطع شد. شما از اونجایی که میگید یه کتاب به شما داد، بعد شما رو برد پشت اون شیشه پنجره هتل، اینو لطف کنید بگید. ضمناً این چیزی که شما دارید میگید، یعنی شما میخوان بگین که آقای سعید امامی داشت بر علیه جمهوری اسلامی کودتا میکرد و اون شخصی رو که میخواستن جابجا کنن، نمیخوان بگید کی به جای کی؟ من با شخص صحبت کردم، تلفنی با من صحبت کرد، طوری بگم سرشو کردن زیرا آب بالاخره. دیگه همه مردم بزرگوار ما گرفتن. خب یه کسی مثل من که آشنا نیست، متوجه نمیشم، فکر نمی کنید اگه بگید بهتر باشه؟ چون سعید امامی رو که کشتن. بله عزیزم، سر کی رو توی استر کردن زیرا؟ آها، آقای رفسنجانی رو میگید؟ بله خب بفرمایید. آخه رفسنجانی که خودش همه کاره بود دیگه، احتیاج به قدرت نداشت که. شما ببینید اونم حالا اونم باز کنید، این زمانی که اومد دروغ رو از قول خمینی گفت که آقا گفته که خامنه ای نمیدونم دیگه، چون ببینید یک شرط مجتهد بود دیگه برای این که بتونه بشه. آقای تفرشی، من متاسفم ولی ما ساعت 16 باید برنامه آقای حسن ارشاد رو از ایران پخش کنیم. من فکر میکنم که من فکر میکردم برای شما نیم ساعت کافیه، بعد گفتم چون خودم هم میخوام صحبت کنم یه ساعت با شما باشیم، ولی به نظر میرسه که این صحبتهای شما به اصطلاح خیلی میشه حالا طولانی و بعد دوستانم احتمالاً سوال میکنن، چون مخصوصاً آقای اکبری از آلمان سوال کرده، آقای نگهبان سوال کرده. بذارید من براتون بنویسم، هم سوال هم نظرشونه. ایشون مثلا نوشته آقا شما که جای خود دارید، در خیابان‌های برلین از ایرانیان تقاضای پول میکنن، اگر به دلایلی کمک نکردی خیلی بیشرمانه میفتن دنبالت و میگن جاسوس وزارت اطلاعات هستی. یعنی هنوز هم اینا این کارو میکنن، چون تو آمریکا ممنوع کردن که اینا پول جمع کنن تو فرودگاه و اینا. بعد دوستمون میگه که آقای رحیم نگهبان میگه درود جناب سوربی، مزاحمین خلق ماموریتی داشتن که یهودیان با آنها محول کرده بودن که انجام دادن، حال مهرهای سوخته ای هستن. البته مجاهدین از لحاظ مهره سوخته، خب واقعا وقتی فکر میکنی، شما ببینید یه دلیلی که سربازا رو از 16 سالگی 18 سالگی میبرن برای کار سختی که باید انجام بدن و بعدم میگن 2 سال خدمت، اونایی هم که حتی استخدامیان میگن 8 سال، 15 سال، 10 سال، اینا 40 سال یه مش پیرمردی رو الان اونجا نگه داشت. شما باز میخندی، این لبخندهای شما خیلی جالبه. آقای صوربی عزیزم، من 2-3 دقیقه هم اجازه میخوام از حضورتون. بفرم. همین موردی که فرمودید، این دوستان میگن مزاحمین خلق، ببینید وقتی که این داستان اخیراً ای کاش میتونستم اون مسائلی که 3 روز با سعید امامی اتفاق افتاد رو بشکافم، و ای کاش میتونستم نامه یکی از این کانگرس های آمریکا رو که برای من فرستاده بتونم، ولیکن اون شرافت و اخلاق سیاسی و اون حجب و حیای سیاسی این اجازه رو نمیده.
به دلیل اینکه بالای نامش نوشته که بسیار محرمانه و مخصوص شما. جناب سربی عزیزم، همین الان بزرگوارم، این شخص که شخص کوچکی هم خیلی شناخته شده است، من متاسفانه یک کلمه زشتی هم به کار بردم، اینا رو نوشتم پیرای فرتوت و نمیدونم خلا، به من جواب داده که آقای دکتر جمشید تر بشید، ما نه پیریم نه فرتوتیم و نه نادانیم، ما حافظ ملی آمریکا هستیم، ما میدانیم که این سازمان مستشارهای ما رو کشته، ما میدانیم که این سازمان شماها را زندان و شکنجه کرده، ما میدانیم که این سازمان شما جرأت جسارت زندگی آزاد در اروپا را ندارید، حتی داخل پارانتز به من نوشته ما میدانیم که شما آدرس علنی در اروپا ندارید، مجبوری که آدرس مخفی داشته باشید، ولی ما هم حافظ منافع ملی آمریکا هستیم. یعنی تمام این هارت و پوت های پاریس و ماریس اینا رفت، هیچ شد. این فقط به خاطر اینه که اینو عرض کردم، انشالله در سریای آینده هم بیشتر باز میکنم، به عنوان اهرم فشار استفاده میکنن از اینها بر علیه ایران که دیدیم چگونه استفاده کردن. من میخواستم همین رو از شما سوال کنم که آیا شما فکر میکنید اینا رو فقط در مقابل ایران، چون حتی یه مدت آقای رضا پهلوی هم در مقابل ایران علم میکردن که اون موقع آقای خاتمی بود، که اگه این کارو نکنی این کارو نکنی ما آقای رضا پهلوی رو سپورت میکنیم و میفرستیم، و اونا مجبور بودن یه چیزایی امتیازایی بدن. خیلی خوشحالم که شما امروز اینو گفتید. دوستان عزیز، با آقای جمشید تفریشی بودیم، ایشون از دانمارک زندگی کردن، دکترا گرفتن، در دانشگاه تدریس کردن، الان دوران بازنشستگی، و شانسی است برای ما که بیشتر با ایشون باشیم. امیدوارم در برنامه آینده با سوالات شما، با نظرات شما برنامه‌ای پربارتر، ضمن اینکه همین برنامه امروز ایشون الان سوالاتی در مغز من درست کرده که من فقط نیم صفحه اینجا نوشتم، و یه جای دیگه باز دیدم که شما به غیر از اینکه زندانی بودید، شما زندانبان هم بودید. اینا رو من در برنامه‌های آینده از شما میپرسم. خیلی ممنون آقای در زندان دبست زندانبان بودم آقای سردی عزیز. شما باید واقعا از زندگیتون یه کتابی، چند تا کتابی چیزی بنویسید. چند تا، من تمام همکاران من توی دانشگاه در دانمارک این درخواست رو از من کرد. بله، روابط بسیار بسیار نزدیکی دارم با دولت ترکیه، این دوستان عزیز از من درخواست کردن و به زودی این کارو میکنم. تازه بازنشست شدم جناب سربی عزیزم. بسیار ممنونم. شبا باید سوالات امتحانات رو مینوشتم، الان زمان دارم. در خدمتتون خواهم بود. خیلی خوشحالم که با ما بودید. خیلی من خوشحال شدم. مرسی. هم از خوش صحبتی شما، هم از واقعا خنده‌رویی شما، برای همینه به من انرژی داد، من متوجه نشدم چطور این یک ساعت گذشت. خیلی ممنونم، به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. سپاسگزارم. مرسی که با ما بودید. خیلی ممنون. قربانتون. خدا نگهدار. به امید دیدار. دوستان عزیز، این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم به صورت بایگانی قرار می‌گیره، روی فیسبوک هست تا زمانی که فیسبوک به اصطلاح اینها رو نگه داره، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همون جوری که میبینید، اولین شرط ما با دوستانی که میان اینجا اینه که اگر من اینجا حضور دارم به عنوان بیننده، این حق رو برای خودم رزرو میکنم که به عنوان یه بیننده سوال کنم و نظراتم رو بگم. هرچی بیشتر دفتر کتاب سازمان مجاهدین رو ورق میزنیم، میبینیم بیشتر کارشون خرابه و چه میخوان بکنن نمیدونیم، حتی خودشون هم خبر ندارن. با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.